جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت محصلین محترم. انشاءالله که با امید خدا درس قبل مطالعه کرده باشیم و با آمادگی کامل به جلسه پنجم درس میرسیم که با امید خدا انشاءالله با هم دیگه پیگیری کنیم درس اینا. اینه از بحث نامگذاری ما، نشون فقط یک نامگذاری قدیم در مورد الکان ها باقی مونده که ایرم برای شما نام میبرم، تعریف میکنم، بعضی با امید حق برسیم به یک بحث جدیدی به نام ایزومری که در هیدروکاربون ها مخصوصا در الکان های مون شما اهمیت خیلی زیادی داره برای ما. اینا در نامگذاری الکان ها در روش قدیم اینه که هرگاه بر روی کاربون شماره 2 فقط یک انشاب یعنی گروپ میتایل موجود باشه و بر روی بقیه کاربون ها هیچ انشعابی نباشه، ما از لفظ ایزو استفاده میکنیم. اینا بدین صورت که ابتدا تمام کاربون های مورد نظر میشماریم به اضافه کاربونی که به عنوان انشعاب در نظر گرفتیم، بعد از لفظ ایزو به کار میبریم. مثلا به چه صورت؟ به این صورت. دقت بکنیم ببینید شما، مثلا ما داریم مرکب مورد نظر ما شما اینه CH3، اینجا داریم CH، اینجا هم داریم CH3، این هم داریم CH3. این مرکب مورد نظر رو داریم. اگر خواسته باشیم این به نامگذاری قدیم نامگذاری کنیم، بگیم که نگاه میکنیم بر روی کاربن شماره 2 از این یک دونه انشعاب موجوده، اون گروپ میتایله. بر روی کاربن شماره 2 اگر شماره گذاری ما بیایم از سمت چپ یا راست فرقی نمیکنه که به عنوان زنجیره اصلی انتخاب کنیم، میشه 1 2 3. برای کاربن شماره 2 من شما یک دونه انشعاب موجوده گروپ میتایله. از نامگذاری جدید از اینکه اگه ما ببریم میگه 2 میتایل 3 2 میتایل پروپان میشه. نه، این نامگذاری جدید یا یوپاک کی میشه؟ میشه 2 میتایل پروپان. اینه. شاید به بعضی از کتاب‌های قدیمی یا بعضی کتاب‌ها هست هنوز که هنوز نامگذاری قدیمی بعضی‌ها رو استفاده می‌کنه. مثلا اینجا میگه رو کاربن شماره 2 ما فقط یک گروپ میتایل موجوده، پس اسم عزیر میگذاریم، لفظ ایزو به کار میبریم. ایزو تعداد کاربن‌ها رو میشماریم، میگیم 1 2 تا 3 تا، خود انشعاب چند تا میشه؟ 4 تا. پس میشه ایزو بیوتان. ایزو چی میشه؟ ایزو بیوتان. بگیم به چه صورته؟ این میشه 1 2 تا 3 تا و این هم میشه 4 تا، میشه ایزو بیوتان. این میشه تعداد کاربن ها مال شما که نامگذاری قدیم بود. اگه اینا یک مرکب دیگه مثلا در نظر میگیریم، مرکب دیگه ما اینه، بگیم میشه CH3، اینجا هم داریم CH3، EH مورد نظر، این میشه CH2 و این هم میشه CH3 مال شما. به روش آیوپک اگه نامگذاری کنیم، میگیم که ابتدا زنجیره اصلی مشخص میشه، این زنجیره اصلی مونه که بیشترین تعداد کاربن رو داره، بعضی شما رو گذار سمتی که به انشاب نزدیک‌تره، میگیم 1 2 3 4 میکنه. نام ازی با آیوپک میشه چی؟ میشه 2 میتایل. تعداد کاربن چند تا؟ 4 تا، میشه بیوتان. میگیم این نامگذاری دیگه داره نامگذاری قدیمیه، رو کاربن شماره 2 ازی فقط یک گروپ میتایل قرار گرفته، پس لفظ چی رو به کار میبریم؟ ایزو. لفظ چی رو به کار میبریم؟ میگیم ایزو. تعداد کاربن ها میشماریم، 1 2 تا 3 تا 4 تا، خودی خودی چند تا میشه؟ 5 تا، پس میشه ایزو پنتان. ای ازی شد. پس این شد همون نامگذاری قدیم الکان های ماین شما که رو کاربن شماره 2 فقط یک دونه انشعاب موجود باشه. اگر بر روی کاربن شماره 2 ماین شما 2 تا انشعاب موجود بود، یعنی 2 تا گروپ میتایل قرار داشته، در این حالت از لفظ نئو استفاده میکنیم. پس میگیم اگر بر روی کاربن شماره 2 ما 2 گروپ میتایل موجود بود، از لفظ چی استفاده میکنیم؟ نئو. به شرط از اینکه بر روی سایر کاربن های ماین شما هیچ انشعابی موجود نباشه. مثل چی؟ مثل از اینکه یک مثال بزنیم، میگم که مثال سوم معنی شما اینه، میشه CH3، اینجا هم میشه CH3، اینجا هم میشه CH3 و این قسمت هم میشه CH3. دقت کنیم زنجیری اصلا ما فرق نمیکنه که از راست به چپ باشه، از چپ به راست، از بالا به پایین باشه، از پایین به بالا، چون در هر دو صورت میگیم که انشعاب ها ما رو کاربن شماره چند؟ کاربن شماره 2. شماره گذاری میکنیم کاربن 1، کاربن 2، کاربن 3. اینا انشعاب ها مونه 2 تا گروپ میتایل رو کاربن شماره چند قرار گرفته؟ رو کاربن شماره 2 قرار گرفته. رو کاربن شماره چی چند قرار گرفته؟ 2. پس میگیم زمانی که رو کاربن شماره 2 ما 2 گروپ میتایل قرار داره، برای نامگذاری قدیم از لفظ چی استفاده میکنیم؟ از لفظ نئو استفاده میکنیم. پس میگیم که نئو تعداد کاربن ها میشماریم، 1 2 تا 3 تا، 4 تا، یا چند تا میشه؟ 5 تا، پس میشه نئو پنتان.
پس بشماردیم درست شد اینه. پس میگیم که بشماردیم، اول میگیم که نگاه کن رو کربن شماره ایده دو تا گروپ میتال قرار داره، پس لفظ چیل به کار بردیم نئو. بعد تا کربنش مردیم یک دو تا سه تا چهار تا پنج تا، پس میشه نئو پنتان. پس این مرکب میشه نئو پنتان میشه اینا که نامگذاری قدیم ازی بوده. اگر نامگذاری آیوپک از این مد نظر بگیریم چی میشد؟ میگفتیم میشد دو و دو دای میتایل. تعداد کربن ما شما چند تا بود؟ سه تا. دای میتایل پروپان میشد. این نامگذاری نامگذاری آیوپک ماین شما بود، ولی اون نامگذاری نامگذاری قدیم الکان ها میگفتیم اینا، که در بعضی از کتاب ها شاید شما با این کلمات ایزو و نئو چشم شما بخوره بفهمید که مثلا نئو یا ایزو نامگذاری قدیم بوده که ما اینجا استفاده کردن یا نام بردن از مرکب چه صورت بوده برای شما بگفتیم. یک مثال دیگه هم معزی برای شما میزنم که مثال چهارم باشه به این صورت. مثال چهارم ما بگیم میشه CH3 اینجا میشه CH3 هم هسته CH3 اینجا داریم CH2 و این هم میشه CH3. نگاه میکنیم طبق قوانینی که بخوندیم میگیم که مرکب ماینی شما ابتدا زنجیری اصلی مشخص میکنیم. این زنجیره زنجیری اصلی ماینی شما نه که حاوی بیشترین تعداد کربنه. شماره گذاری از سمت میکنیم که به این شاب نزدیکتر، این میشه 1، این میشه 2، این میشه 3، این هم میشه 4 تا میشه اینا. اگر نامگذاری جدید از این خواسته باشین که به روش آیوپک چی بوده، پس میگیم که میشه 2 و 2 دای میتایل. تعداد کربن چند تا؟ 4 تا میشه بیوتان. این نامگذاری نامگذاری آیوپکه. شاید داخل بعضی از کتاب‌ها شما علاوه بر این نامگذاری نامگذاری قدیم از اینا رو هم ذکر کرده باشه که این دو تا به حیث چیه؟ به حیث انشعاب در نظر گرفتیم. میگم نگاه میکنیم انشعاب‌های مورد نظر که گروه‌های میتایل باشه هر دو تا بر روی کربن شماره 2. پس زمانی که هر دو تا بر روی کربن شماره 2 لفظ چی استفاده می‌کنیم؟ نئو استفاده می‌کنیم. تعداد کربن‌ها 1 2 تا 3 تا 4 تا، این انشعاب میشه 5 تا، این انشعاب میشه 6 تا. پس میشه نئو هگزان. نئو چی میشه؟ نئو هگزان میشه که میشه نامگذاری قدیمه الکان ها میشه اینا، که به این صورت که شاید در کتاب هایی که مختلف باشه شما بدیده باشیم. حتما مگره یاد شما باشه این نکته رو همیشه دقت بکنیم، حتما مگره انشعاب یعنی باید گروه میتایل باشه، گروه ایتایل و پروپایل یا هلوجن یا نایترو مگره نباشه، حتما گروه چی باشه؟ میتایل باشه. حتما مگر برو کربن شماره چند باشه؟ کربن شماره 2 باشه. اگر کربن شماره 3، شماره 4 یا شماره 5 یا شماره اول باشه اصلا برای ما محسوب نمیشه اینا. پس برای ما شما دو تا چیز خیلی مهمه، حتما مگر رو کربن شماره 2 باشه، حتما مگر گروپ میتایل باشه. غیر گروپ میتایل از لفظ ایزو و نئو استفاده کرده نمیتونیم. پس میگیم که اگر یک گروپ میتایل باشه برای کربن شماره 2 و بر روی سایر کربن های هیچ انشعابی نباشه لفظ ایزو استفاده میکنیم. اگر دو گروپ میتایل بر روی کربن شماره 2 باشه و بر روی سایر کربن ها ما هیچ انشعابی موجود نباشه از لفظ چی استفاده میکنیم؟ نئو استفاده میکنیم. بعد از اون که لفظ ایزو یا نئو استفاده میکنیم، تعداد کل کربن ها به اضافه انشعاب ها که کربن هسته اینا رو میشماریم، بعد لفظ الکان بری رو به کار میبریم اینا. پس تا اینجا نامگذاری ما چه به روش آیوپک و به چه روش قدیم بود خلاص شد. میایم قسمت بعدی درس ما شما رو که شروع میکنیم در مورد ایزومره، در مورد ایزومره که ایزومری در الکان های ما شما که داریم داره اهمیت، به خاطر از اینکه فرمول ساختمانی هم یک مرکبات یکیه، ولی فرمول ساختاری از اونها که لحاظ استراکچر باشه با هم دیگه متفاوت میتونن باشن اینا، یعنی دارای انشعاب های مختلف میتونن باشن که خواص از اینا لحاظ نقاط جوف و نقاط ذوب میتونن با هم دیگه متفاوت باشه. پس بحث بعدی ما شما بحث چی میشه؟ بحث ایزومر میشه اینا. خب من این قسمت پاک کنم تا با هم دیگه بحث ایزومر شروع کنیم. ببینیم ابتدا ما یک تعریف از ایزومر میکنم که ایزومر چه چیزیه. ایزومر از دو کلمه تشکیل شده اینا. ایزو به معنای یکسان میشه و مر به معنای جز میشه، یعنی دارای اجزای یکسان هستن اینا. زمانی که میگیم که ایزومر به این خاطر میگیم که مرکبات مورد نظری که داریم دارای فرمول مولکولی یکسانه، ولی فرمول ساختمانی اینا با همدیگه متفاوت میشن اینا، که با ایجاد کردن انشعاب ها بر روی بقیه بخش های کربن ما شما میتونه مرکبات
مختلف به دست بیارین که علاوه خواص فیزیکی مخصوصا نقاط جوش و نقاط ذوب اینا با هم دیگه متفاوت باشن. اینا اینه. من قبل از اینکه بیام بحث ایزومری رو شما بگم، مجبور میشن که انواع کاربن و انواع هیدروژن رو برای شما تعریف کنم که انواع کاربن و انواع هیدروژن چیه، چون در بحث ایزومری ما شما انواع کاربن و انواع هیدروژن برای ایجاد کردن انشعاب ها به کار ما شما میایه. پس ما میگیم که انواع کاربن، کاربن های مورد نظر ما شما به 4 نوع تبدیل میشن: کاربن نوع اول، کاربن نوع دوم، کاربن نوع سوم و کاربن نوع چهارمه. من اول یک تعریفی برای شما بکنم. میگن کاربن نوع اول کاربنیه که با یک کاربن یک رابطه داشته باشه، کاربن نوع دوم کاربنیه که با 2 کاربن رابطه اشتراکی داشته باشه، کاربن نوع سوم کاربنیه که با 3 کاربن رابطه اشتراکی داشته باشه، و کاربن نوع چهارم کاربنیه که با 4 کاربن رابطه اشتراکی داشته باشه. پس هر کاربنی که یک رابطه اشتراکی داره با کاربن دیگه کاربن نوع اول، هر کاربنی که 2 رابطه اشتراکی داره کاربن دوم، و کاربنی که 3 رابطه اشتراکی با کاربن داشته باشه کاربن نوع چهارم، و کاربنی که با 4 کاربن رابطه اشتراکی داشته باشه کاربن نوع چهارم. ما تعداد رابطه با هیدروژن یا با هلوژن یا با نایترو و امثال از اینها رو مد نظر میگیره. حتما رابطه مگر خودی چی باشه؟ خودی کاربن باشه. خب یک مثال حل میکنم، رو مثال برای شما نشان میدم که انواع کاربن کدوم هستن. خب میگین که مثال این میشه CH3 ما، شما این میشه CH2 مورد نظر، اینجا گاه بشه CH3 ما این میشه H، این میشه CH3، این هم میشه CH3، این هم میشه CH3 مورد نظر ما شما. ما این انواع کاربن رو بروی از این مرکب نشان بدیم. اینا طبق تعریفی که کردیم گفتیم کاربن نوع اول کاربنیه که با یک کاربن یک رابطه اشتراکی داشته باشه. پس هر جا کاربن نوع اول داریم ما به صورت دایره مانند نشون بدیم. پس میگیم این کاربن، کاربن نوع اولیه با 3 هیدروژن یک کاربن رابطه اشتراکی داره، این کاربن، کاربن نوع اولیه با 3 هیدروژن و یک کاربن رابطه اشتراکی داره. چون ما میفهمیم هر کاربن بتونه 4 رابطه اشتراکی ایجاد کنه، پس 3 رابطه اشتراکی خود هیدروژن پر میشه، تکمیل میشه، و یک رابطه اشتراکی خود کاربن دیگه اینا. پس میگیم اینجا میگیم کاربن مورد نظر ما شما 3 رابطه خود هیدروژن تکمیل شده و یک رابطه خود کاربن، و این کاربن نوع اول میشه اینا. کاربن و شما 3 رابطه خود هیدروژن تکمیل شده، یک رابطه خود هیدروژن اینا، یا خود کاربن. پس میگیم این کاربن نوع اول بریم میگیم، 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 و این هم کاربن نوع اول بریم میگیم. اینا کاربن های نوع اول ما اینا شما نه، که یک رابطه خود کاربن و 3 رابطه خود هیدروژن دارن. کاربن نوع دوم کاربنیه که با 2 کاربن رابطه اشتراکی داره. اینجا میگن که کاربن نوع دوم عین شما ای کاربنه، ای کاربن میگیم با مربع نشون میدیم. اینا دقت بکنیم، اینجا میگن که کاربن نوع دوم 2 رابطه خود هیدروژن داره، 2 رابطه دیگه خود کاربن های دیگه برقرار کرده، که بری از این میگن کاربن نوع دوم میگیم اینا. پس کاربنی که 2 رابطه خود هیدروژن و 2 رابطه خود کاربن های دیگه تکمیل شده بری میگن کاربن نوع دوم. کاربن نوع سوم کاربنیه که یک رابطه خود هیدروژن تکمیل شده و 3 رابطه دیگه خود کاربن های دیگه، و برای از این میگیم این کاربن، کاربن نوع سومه. برای از این کاربن، کاربن نوع سوم میگیم که خودی مثلث نشون میدیم اینا. خودی چی نشون میدیم؟ خودی مثلث نشون میدیم. پس میگیم کاربن نوع سوم کاربنیه که 3 رابطه خود کاربن های دیگه اشغال شده، یک رابطه خود هیدروژن برقرار اینا. کاربن نوع چهارم کاربنیه که هیچ رابطه‌ای با هیدروژن نداره، بلکه 4 رابطه خودی کاربن‌های دیگه تکمیل شده، و این کاربن رو میگیم کاربن نوع چهارمه. خیر به صورت 4 ضلع ایمانم به این صورت نشون میدیم اینا که میگیم کاربن نوع چهارمه. پس کاربن نوع چهارم کاربنیه که 4 تا رابطه خودی کاربن‌های دیگه تکمیل شده و هیچ رابطه‌ای با هیدروژن نداره اینا. پس تا اینجا ما انواع کاربن رو بفهمیدیم که کاربن نوع اول چیه، کاربن نوع دوم چیه، کاربن نوع سوم و کاربن نوع چهارم چیه اینا. پس کاربن نوع اول کاربنیه که 3 رابطه هیدروژن داره، یک رابطه کاربن داره. کاربن نوع دوم کاربنیه که 2 رابطه هیدروژن داره، 2 رابطه کاربنی. کاربن نوع سوم کاربنیه که یک رابطه هیدروژن داره، 3 رابطه خود کاربن های دیگه. و کاربن نوع چهارم کاربنی که هیچ رابطه با هیدروژن نداره، بلکه 4 رابطه و خود کاربن های دیگه تکمیل شده اینا. انا از بحث انواع کاربن میایم به انواع هیدروژن میایم اینا. همونطور که بحث انواع کاربن داشتیم، انواع هیدروژن هم داریم. پس انواع کاربن 4 نبودن، ولی انواع هیدروژن یکی کمتر از 3 تاین. پس میگیم که اگر ما 4 نوع کاربن داریم، 3 نوع هیدروژن داریم. هیدروژنی که به کاربن نوع اول متصله بریم میگیم هیدروژن نوع اول.
هیدروژنی که به کربن نوع دوم متصله بره میگیم هیدروژن نوع دوم، و هیدروژنی که به کربن نوع سوم متصله بره میگیم هیدروژن نوع چهارم، و کربن نوع چهارم هم اصلا هیدروژن نداره. به همین خاطر میگیم که ما سه نوع هیدروژن داریم، چهار نوع کربن داریم. اینا می باشه. خب به خاطر چی اینا رو گفتم؟ به خاطر از اینه که ما انواع کربن رو بشناسیم که با توجه به موقعیت ها از اینا ما میتونیم انشاب ها بر روی یک مرکب ایجاد بکنیم تا بتونیم بحث ایزومری بهتر پیش ببریم، تکمیل کنیم اینا. ای باشه. خب پس میایم بحث ایزومری حالا برمیگردیم. انواع کربن، انواع هیدروژن رو تعریف کردیم، میایم به بحث ایزومری مورد نظر خب باز میگردیم اینا. میگیم یک نکته رو هم باید متذکر بشیم، اینه که در الکان ها، در الکان های مورد نظر ما، الکان میتان، ایتان و پروپان مورد نظر ما فاقد ایزومرن. اینا ایزومری اصلا ندارن. پس ما یاد ما باشه الکان ایتان، الکان میتان، الکان پروپان اصلا اینا ایزومر ندارن. پس میتان و ایتان و پروپان ایزومر ندارن، فاقد ایزومرن. پس الکان های مورد نظر از بیوتان به بالا دارای ایزومر می باشن اینا. به عبارت خیلی ساده‌تر اگه ما بیایم فرمول عمومی الکان ها رو در نظر بگیریم، CN H2N جمع دو، اینهای بزرگتر مساوی با چهار دارای ایزومرن. پس اگر ما بیایم این در نظر بگیریم فرمول عمومی الکان ها CN H2N جمع دوه، اینهای بزرگتر مساوی با چهار که از بیوتان شروع میشه دارای ایزومرن، اینهای خودتر از چهار ما شما که N3 و N2 و N1 میشن اینا فاقد ایزومر میباشن. پس بحث ایزومری ما شما از بیوتان به بالا میباشه. برای از اینکه ما خواسته باشیم تعداد ایزومرها در یک مرکب به دست بیاریم، ما میتونیم از یک فرمول هم استفاده کنیم. میگیم فرمول مورد نظر ما چی میشه؟ تعداد، میگیم فرمول تعداد ایزومرها در الکان، در الکان ها میگیم برابر میشه با دو به طاقت N منفی چهار جمع یک. N ما این شما که اینجا داریم، این N مورد نظر ما این شما تعداد کربونه. پس N مورد نظر ما تعداد چیه؟ تعداد کربونه که بره ما مشخص میکنه. به همین خاطر میگیم که N‌های کوچکتر از 4 ماین شما فاقد ایزومرن. چون اگه قرار بدیم اینجا N کوچکتر از ماین شما چند میشه؟ منفی میشه، منفی 1 میشه اینا. ولی اگر N 4 قرار بدیم، میگیم تعداد ایزومرهای ماین شما برابر است با، میگیم 2 به طاقت 4 منفی 4 جمع 1. میگیم این مرکب مورد نظر ماین شما نه. این برابر میشه با 2 به طاقت 0 جمع 1 میشه. طبق قواعد ریاضی که شما بخوندیم هر عدد به طاقت 0 برابر با 1 میشه اینا. درست شد؟ پس میگیم 1 جمع 1 برابر با 2. پس میگیم بیوتان مورد نظر ماین شما 2 تا ایزومر داره. دقیقاً هم درسته، 2 تا ایزومر داره. به خاطر چی 2 تا ایزومر داره؟ به خاطر از اینه که یک ایزومر بیوتان ماین شما بدون این شابه که میگه نرمال بیوتان، و یک مرکب دیگه ماین شما که دارای ایزومره میگیم که دو میتایل پروپان، یا میگیم که ایزو بوتان، میگه بیوتان میگفتیم اینا. پس به عبارت خیلی ساده تر اگه خواسته باشیم این مرکب رو بخوا در نظر بگیریم، C4H10 ماین شما که تحت عنوان چی میشناختیم؟ بیوتان میشناختیم اینا. تحت عنوان چی میشناختیم؟ بیوتان میشناختیم. اگر خواسته باشیم ساختار از این بکشیم، میگیم اولین مرکب یا اولین ایزومر اینه CH3، اینجا هم میشه CH2، این میشه CH2، این هم میشه CH3 مورد نظر ماین شما میشه اینا. خب میگیم این هیچ انشعابی نداره، بلکه به صورت راستنجیره. یک N میگذاریم به معنی نرمال، میگیم تعداد کربونا، میگیم میشماریم 1 2 تا 3 تا 4 تا، پس میشه نرمال بیوتان میشه اینا. ای از اینه بگیم که ایزومر دوم ماین شما اگر یک انشعابی، یعنی یک گروپ میتایلی ایجاد بکنیم بر روی کربن شماره 2 قرار بدیم، بگیم میتونیم یک هیدروژن رو کم کنیم باز برای از اضافه کنیم، به این صورت میشه CH3، اینجا میشه CH، یک هیدروژن از ساختار رو کم کردیم یک اینجا قرار دادیم، اینجا میشد CH3. بگیم اینجا میتونیم چیه؟ شماره گذاری از سمت چپ و راست فرقی نمیکنه که ما بگه انجام بدیم، چون در هر دو صورت انشعاب برای کربن شماره 2 میگیم 1 2 تا 3 تا میشه. بگیم میشه 2 میتایل پروپان. نام آیوپک از اینه. اگه نامگذاری قدیم خواسته باشیم بگیم اسم از این میشه ایزو، تعداد کربن 1 2 تا 3 تا خود 4 تا میشه ایزو بیوتان میشه اینا. پس میگیم که 2 تا ایزومر داشتن. ایزومر اول ماین شما
فاقد انشاب بود، به صورت بدون شاق نرمال بود، و ایزومر دوم ماین شما با توجه به ارزی که برو کربن شماره 2 ماین شما یک انشاب ایجاد شده، ما تنسیم چکار کنیم؟ ایزومر دوم خود که میشه دومیتال پروپان نام آیوپاک و نامگذاری قدیمی و ایزوبیوتان به تنسیم نام ببریم. الان میایم چند تا مثال خودم دیگه حل میکنیم، اینا چند تا مثال حل میکنیم تا بتونیم بفهمیم که ایزومرهای مورد نظر ماین شما میتونه چه تعداد یک مرکب ایزومر داشته باشه که ایزومرای ترسیم کنیم. این باشه یک مثال حل میکنیم که بتونیم ایزومرها از اون مرکب رسم کنیم. اگه شما از این تخته دیگه هم استفاده میکنیم به خاطر اینکه تعداد ایزومرها ماین شما زیاد میشه، از این استفاده کنیم بریم جلوی تا با امید خدا ان شاءالله ببینیم چه تعداد از ایزومرها از اون میتونیم ترسیم بکنیم. اینا خب اینجا فرمول مورد نظر ماین شما که بود برای تعداد ایزومرهایی بود دو به طاقت n منفی 4 جمع 1 بود، این تعداد ایزومرها ما میشد. ما میگیم اگر n مورد نظر که انتخاب میکنیم n ماین شما برابر با 6 باشه، n ما برابر با چند باشه؟ برابر با 6 باشه، اینا انتخاب بکنیم، اینا ای باشه، ما این ببینیم تعداد ایزومرهای ماین شما چند میشه. میایم قرار میدیم میگیم میشه تعداد ایزومرها برابر میشه با 2 به طاقت 6 منفی 4 جمع 1 برابر میشه با چند میشه؟ برابر میشه با ای پین مینویسم، میگیم در نتیجه برابر میشه با ای تعداد ایزومرها برابر با 2 به طاقت 2 جمع 1 برابر میشه با 5 تا. پس مگر این مرکب مورد نظر مون شه که این مساوی با 6 در نظر گرفتیم تعداد ایزومرای 5 تا بشه، میایم داخل از این فرمول ماین شما هر جا ان میبینیم به جای 6 میگذاریم، پس میشه 3 6 8 14. 3 6 8 چند شد؟ 8 14. ما این تعداد ایزومرها از این خود هم دیگه ترسیم بکنیم. اینا اولین ایزومر مورد نظر ماین شما میشه راست زنجیر، میشه بدون از اینکه انشعاب داشته باشیم، بدون از اینکه چی داشته باشیم انشعاب داشته باشیم. پس میگیم میشه CH3 اینجا میشه CH2 این میشه CH2 CH2 یکی دو تا سه تا چهار تا میشه CH2 یک دو سه چهار پنج این میشه 6 میشه CH3. برای از این اصطلاح میگه نورمال هگزان، چون هیچ انشعابی نداره. اینا در مرحله دوم ماین شما یکی از این گروپ های میتایل کم میکنیم میاریم برو از این اضافه میکنیم به اسم انشعاب. پس میگیم اینجا میگیم بنویسیم میشه CH3 اینجا هم داریم میشه CH3 EH مورد نظر مونه، یا میشه CH2 یا میشه CH2 یا میشه CH3. میشماریم 1 2 3 4 5 6 تا. میگیم رو کربن شماره چند؟ رو کربن شماره 2 ماین شمانه، رو کربن شماره 2 میگه 1 2 3 4 5 میشه. پس نام از این مرکب ما میبریم، نام مرکب ما میشه دو میتایل، تعداد کربن چند تا؟ 5 تا. پنتان دو میتایل پنتان میشه. اینا میگیریم کربن مورد نظر رو کربن شماره 2 میتایل میبریم رو کربن شماره 3 میبریم. اینا پس رو کربن شماره چند میبریم؟ کربن شماره 3 میبریم. پس میگیم میشه CH3 اینجا میشه CH2 یا میشه CH3 EH مورد نظر من، اینجا میشه CH2 یا میشه CH3 مورد نظر. اینجا نگاه میکنید که کربن مورد میتایل مورد نظر ما رو کربن مرکز قرار گرفته، یعنی فرقی نمیکنه که شما از سمت راست یا از سمت چپ چیکار کنیم شماره گذاری کنیم میشه 1 2 3 4 5 میشه. پس میگیم که اینجا فرقی نمیکنه که از سمت چپ یا راست باشه. پس میایم میگیم که موقعیتی رو میگیم که 3 میتایل، تعداد کربن هم چند تا؟ 5 تا. پنتان میام شده ایزومر شماره 3 ما چند تا ایزومر داره؟ 5 تا. دو تا دیگه مگر اضافه شه دیگه ما نمیتونیم ببریم رو کربن شماره 4. به خاطر چی نمیبریم؟ اگر رو کربن شماره 4 ببریم انشعاب از سمت راست نزدیک میشه، باز میفته رو کربن شماره 2 میفته، که پس تا اینجا تا مرکز بیشتر نمیتونیم ببریم، چون اگه ببریم از اون برمیگره شماره گذاری که باز رو کربن شماره 2 میفته که ای ایزومر ما تکرار میشه. اینا در این مرحله میایم چیکار میکنیم؟ در این مرحله میایم به جای یک انشعاب دو تا رو انتخاب میکنیم، یعنی دو تا گروپ میتایل انتخاب میکنیم. اینا پس میایم میگیم که کربن بعدی ما ایزومر بعدی ما شما میگیم ما داریم CH3 اینجا هم داریم CH3 دو تا گروپ میتایل رو کربن شماره 2 قرار میدیم، اینجا میشه CH2 یا میشه CH3 مورد نظر ما شما اینه. خب پس میگیم 1 2 3 4 5 6 تا شد. شماره گذاری از سمت میکنیم که به این شاب نزدیکتر باشه، پس این قسمت میشه 1 2 3 4 میشه. گروپ های میتایل ما شما رو کربن شماره چند؟ کربن شماره 2. پس میگیم که 2 و 2 دای میتایل،
دایمیتال چند تا کاربن داریم؟ 4 تا. پس میشه بیوتان. این هم میشه ایزومر. بعدی ما یک ایزومر دیگه داریم که ایزومر شماره 5 ماین شما باشه. اینا اگر ما ببریم هر دوتا رو کاربن شماره 3 ببریم فرق نمیکنه، شماره گذاری از این بر میشه، پس رو کاربن شماره 2 میشه. پس ما یک گروپ میتایل رو کاربن شماره 2 قرار میدیم، یک دیگه رو کاربن شماره 3 قرار میدیم. پس میشه CH3 اینجا میشه CH، این میشه CH3 اینجا میشه CH، این میشه CH3 و این میشه CH3 مورد نظر ما که تعداد کاربن ما 6 تا باشه. فرق نمیکنه شماره گذر از سمت چپ یا راست بکنی، چون در هر دو حالت موقعیت یکسانه. این میشه 1 2 3 4 میشه اینا. پس میایم نام میبریم، پس میگیم که 2 و 3 دای میتایل تعداد کاربن چند تایه؟ بیوتان. پس اینجا مشخص شد که تعداد ایزومرهای مورد نظر ما شما های 5 تا دیگه ممکن نیه که ما بتونیم تعداد ایزومرهای برای از این مرکب مورد نظر خو ترسیم بکنیم. همین 5 تا میشه، گروپ ایتایل هم نمیتونیم به وجود بیاریم. پس میگیم تعداد ایزومرهای مورد نظر که برای از این کاربن که دارای 6 تا برای از این هیدروکاربن که دارای 6 تا کاربن بوده، تعداد ایزومرهای همین 5 تا بوده که ما اینا رو ترسیم کردیم. اینا انشاءالله که با امید خدا این مطلب خوب یاد گرفته باشیم، باز به جلسه بعدی بخیر باز مثالای بیشتری حل میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان.